پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پی اعدام زندانی سیاسی حسین خضری. اعدام یکی دیگر از فرزندان خلق توسط جلادان خامنه ای، بیانگر درماندگی او در برابر اراده مردم ایران برای سرنگونی رژیم است. تسلیت به هموطنان کرد. فصلنامه حقوق بشر نوین به ریاست پیر برسی، عضو شورای ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه. همدستی جنایتکارانه بین دولت‌های ایران و عراق علیه اشرف. اعدام وحشیانه علی صارمی. معرفی کتاب بهای انسان بودن از اعظم حاج حیدری، شهادتی درباره جنایات رژیم در زندان‌ها. تأکید جبهه ملی عراق، مؤسسه قاهره برای حقوق بشر و جمعیت حفاظت از حقوق بشر در مصر، ضرورت حفاظت بین المللی از اشرف و محکومیت تعرضات مزدوران خامنه ای. گزارش رویتر از اسناد جدید ویکی‌لیکس. رژیم ایران در جستجوی مواد تشکیل دهنده بمب اتمی، تلاش برای تهیه فناوری، تجهیزات و مواد خام در بیش از 30 کشور توسط 350 شرکت. هشدار کارشناسان اتمی روسیه درباره فجایع ناشی از پروژه‌های اتمی رژیم ایران. خطر یک فاجعه اتمی نظیر چرنوبیل در نیروگاه اتمی بوشهر. سراسیمگی و قید رژیم از شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در تظاهرات مردم افغانستان در کابل و هرات و تهاجم مردم به سفارت حکومت آخوندی در افغانستان. احضار سفیر افغانستان به وزارت خارجه رژیم. هشدار دو باند جامعه مدرسین و جامعه روحانیت درباره مخاطرات بر سر راه نظام و فراخوان به تبعیت از ولی فقیه ارتجاع. تقلای بیهوده خامنه ای برای مهار گسستگی های فزاینده و در هم شکستن طلسم ولایت فقیه. اظهارات اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق در مورد تصمیمات شورای ملی سیاست‌های استراتژیک با تصویب 80% آرا و یکسان بودن سطح رئیس این شورا با نخست وزیر. مصاحبه دکتر عیاد اللاوی درباره تلاش‌های رژیم ایران برای گسترش فرقه گرایی در عراق، مصادره دموکراسی، حذف نیروهای ملی و انهدام نهادهای کشوری. از نظر رژیم ایران، عراق یک غنیمت بزرگ است. رفتن به تهران برای دستیابی به منصب را مطلقاً نپذیرفتم. اظهارات یک نماینده پارلمان عراق در مورد دست داشتن دولت مالکی در فرار 12 متهم به انفجارهای تروریستی از زندانهای بصره. و مقاله ای از مجاهد اشرفی اکبر صارمی در واشنگتن تایمز. پدرم به طور مشکوکی در شب اعدام در زندان گوهردشت ناپدید شد. او 24 سال زندانی بود و اعدام وی به خاطر دیدار من در اشرف بیانگر شدت بحران و خرابی وضع رژیم است.